خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از واکنش ها به روز جهانی کارگر خواهیم گفت تا حواشی نمایشگاه کتاب و خشونت در میدان فوتبال. سلام آقای بهنوت، هفته که گذشت هم روز جهانی کارگر بود هم روز معلم در ایران. روزنامه ها واکنششون به خبرهایی که در مورد روز کارگر و دستگیری ها و بازداشت ها و اینا چی بود؟ نه این نوع اخبار از این زاویه که شما میگید اینا مال داخل نیست. نه، روزنامه ها هنوز اولا نرسیدن و بعدم تصور روز معلم که نرسیدن، چون روز معلم پنجشنبه بود. بله، ولی در مورد روز معلم هم روز کارگر هم داشتن یک زوایایی که زوایای بی خطری باشه، صحبتایی که مثلا شده. از یکی دو روز قبل خیلی در مورد در واقع حقوق کارگران مطالباتشون و اینا بود. هنوز به این مناسبت هم بود، ولی نه اخبار بد نبود. خب میخوان بریم با روزنامه جوان شروع کنیم؟ بله، روزنامه جوان به درست این حادثه فوتبال رو مهم دیده، شبی که ترکیب زرد و قرمز سیاه شد، که البته سیاه رو معمولا آدم برای مرگ که به کار میبره. خوشبختانه حالا مرگ اتفاق نیفتاد تا اونجا که ما میدونیم، ولی عکسای واقعا درست دردناک بود. این حادثه در همه جای دنیا اتفاق میفته، عجیب نیست. در زمینه همه ورزش‌ها اتفاق میفته، دنیا این راه رو پیموده داره، باید که از هر کدوم اینا استفاده کرد و به اصطلاح بهش رسیدگی کرد. من احساسم این هستش که روزنامه‌ها بیشتر از این که به زاویه این بپردازن که مثلا این تاریخچه‌اش چیه، شباهتش به دنیا چیه و اینا، بیشتر احساساتی شدند و تیترایی دیدیم شبیه این که جمعش کنید اینا روزنامه‌ها و این چیه، صحنه جنگه، مگه اومدین چه خبره، فلان از این حرفا. اینجا هم اتفاقا جوان هم اشاره می‌کنه به اینکه این ال کلاسیکا منتظر بودیم به خاطر اینکه اسپانیایی بازی و یاد بازی و اینا میفته و از این چیزا. اما یه تیتری روزنامه جوان داره که شاید به نظر مهمتر باشه، گرانی یار مهربان از شوق دیدار کم نکرد. به نمایشگاه کتاب داره اشاره میکنه. حالا شما میتونید فرض کنید که اونها اگر که حرف دلشون رو بخوام بزنن، شوق دیدار رهبر رو هم مورد نظرشون هست به هر حال، ولی واقعش این هستش که سوتیتر نشون میده که تعداد فروش هایی که در دو روز اول صورت گرفته نسبت به سال قبل بیشتر بوده، میگه 10% افزایش داشته. بله، و این حالا ممکنه که همون افزایش قیمت بوده باشه، یعنی در حقیقت قیمت ها بالاتر رفته، ولی همینقدر که نمایشگاه شلوغ بود، همینقدر که بعضی از کتاب ها خریدار داشت، همینقدر که کتاب های چاپ نشده ای از مثلا کتاب مانده ای از دولت آبادی، کتابی از مجابی، کتاب هایی از که حالا شاید تو بخش بعد تو برگزیده بیشتر روش صحبت کنیم، بعضی از کتاب هم بودش که چهره هایی بود که دفعه اول اسمشون می اومد، کتاب هایی بود که مونده بود، اینا هم مطرح بود، اینا هم خب البته مؤثره. خب اشاره کردید به رفتن آقای خامنه ای به نمایشگاه کتاب، روزنامه اعتماد همین رو بله دیده. مشکل کاغذ هم به اصطلاح آقای میرفتا سردبیر اونجا به عنوان ثقل سامعه مسئولان دربارش انتقاد کرده و به درست موضوع رو مطرح کرده. اینجا بیشتر البته صحبت کرد راجع به مجله کرگدن که ایشون سردبیر اونجا هم هستش و مسئله پیش کشیده. حالا مسئله رو خواهیم گفت، ولی اگه موافق باشی بگم در از این دیدار چند ساعته ای که آقای خامنه ای در نمایشگاه بود چند تا چیز به یادگار موند. یکی همین عکسی است که دارید میبینید که ایشون با تعمق به خواندن شعر شاملو مشغول است و کتاب یکی از کتاب جیبی گزیده ای از کار ایشون رو. این عکس خیلی سر صدا کرد، به خصوص این بیشتر از همه گردش پیدا کرد. همین سرمقاله هم آقای میرفتا اشاره میکنن که
وقتی مثلا آقای خامنه‌ای که خب بالاخره همه میدونن خیلی اختلاف نظر با شاملو داشتن و شاملو هم با ایشون اختلاف نظر داشتن، این کتابو دستشون میگیرن، میگه که کاش این باعث بشه که مخالفان شاملو دیگه حداقل دست از مقبره‌اش بردارن و اینقدر هر سال این مشکل این که میرن و تخریب میکنن قبر شاملو رو دیگه اتفاق نیفته. حالا ان شاء الله یه همچین پیامی هم آقای میفتا اصولا هم خوشبینه، این که شما میبینید که سرسداش در اومده کمتر صداش در میاد، یعنی آخرین کسی است که ناامید میشه، آخرین کسی است که به اینجا میرفته. حالا برسیم به کرگدن، عرض خواهم کرد برای اولین مرتبه کرگدن با تاخیر منتشر شد. بله، میخوایم بریم سازندگی رو ببینیم. خب این دومین موضوعی که در هفته گردش داشت این سفر آقای ظریف، اون بخش آمریکایی سفر، به دلیل تعدد مصاحبه ها به خصوص مصاحبه با فاکس نیوز انعکاس وسیع داشت، در همه دنیا داشت البته، و بعد پاسخ هایی که گرفت، یعنی کسایی که اومدن جواب دادن و حرف زدن از جمله خود جان بولتون، بنابراین این موضوع رو خب جدی کرد و اینا. بزرگمهر حسین پور کشیده تش از اولا مثل همه کاراش کاریکاتور خیلی خوبی از جان بولتون، واقعا کارتون عالیه، و در این حال اون بوم رو هم تو شیشه عینکش ببینید. بله، بازم اینجا اشاره میکنه به حرف آقای خامنه‌ای که مسئله کاغذ رو حل کنید. روزنامه بعدی همشهری هست. همشهری به موضوع مهمی اشاره میکنه، اینکه البته هنوز ماجرای سیل قطع نشده، هنوز در مورد خوزستان حرف و سخن هست، احتمال هست حتی دوباره بیاد، مسئله پر شدن سدهای منطقه مسئله جدی است. همزمان ولی درست این هستش که دولت شروع کنه برای پیشگیری کردن. درستی که بین کارشناسا اختلاف وجود داره و یه دستشون میگن که ببخشید شروع ترسالی هست، یه دستشون میگن نه خیر اصلا اینطوری نیستش و همون خوشسالی ادامه پیدا میکنه اینا، ولی با وجود این دولت به دلیل مسئولیت خودش باید که هم اونو بپاد هم اینو بپاد، به اضافه اون تیت سمت چپ که عکس دکتر قاضی‌زاده رو میبینین که به عنوان یک استاد گزارش نویسی خوب لقبی هم هست، به خاطر اینکه آقای قاضی‌زاده گزارش نویس درجه یکیه. من از شاگردان ایشون بودم. آره خب بله. خوش به حالتون. منو به شاگردی هم پذیرفت، به خاطر اینکه از من کوچیک‌تر بود. بعد توی جلسه تکریم و نکوداش بوده برای بازنشستگی آقای قاضی‌زاده از همشهری و عادل جهانارا. عادل جهانارا هم البته که خب البته کوچیک‌تر از این سن و سال هاست، ولی ایشون هم بازنشسته شده. حرفای خوب، همینقدر که حتی اگه تعدیل هم منظور باشه، همینقدر که با تقدیر و با زبان خوش و با احترام و اینا صورت میگیره، مثل چه میدونم شبکه سه و بعضی از روزنامه های دیگه نیستش، جای شکر داره واقعا. بله، یه خبری هم شما داشتین در مورد آقای شمس الوایزین. بله، ببینید در حدود دو ماه پیش برای آقای شمس الوایزین تا اونجا که من اطلاع دارم یک احضاریه ای اومد که نوع ابلاغ احضاریه هم یه جوری بود که انگار ایشون باید بره تا زندان. آقای شمس الوایزین هم که برای شما روزنامه نویسا یه معنی داره، آدمی است که هر روزنامه‌ای که درست کرده از جمله همین همشهری، هر روزنامه‌ای که اومده درست کرده روزنامه خوبی بوده، ولی خودش انقدر بایسته که همه اونا رو تعطیل کرده، پایه‌گذار یه سیستم نو و به قول معروف نوینی بوده. بله، در روزنامه نویسی یه موقعی آقای دریابندری اینو در مورد شاملو گفته بود، گفته بود بهترین کس است برای اینکه ایجاد کنه و در این حال تعطیل کنه. ایشون هم در روزنامه نویسی همچی اثری از خودش باقی گذاشت. به هر حال این نگرانی به وجود آوردش که بخواد بره. البته ایشون چون رفته است مدتی کشاورزی میکنه و بنابراین از حوض و حیطه قلم خودشو برده بیرون، قوه قضایی مثل این که کاری نداره، نه حکم باید اجرا شه. بعد به همین جهت هم پیغام فرستاد که چشم میام، و همینطور این ورانور شد این زمان تا رسید به همین شنبه گذشته که این دفعه جوابی که دادن گویا این هستش که به حال با تغییرات که اتفاق افتاده، این تغییر آقای رئیسی و هم تو دادستان، فعلا حالا شما باشید، اگه شد خبر میدید. در حال ما امیدواریم که این خبر خوبی باشه. بله، و بتون آقای شمس الوایزین به کشاورزیشون ادامه بدن. بریم روزنامه بعدی شرق رو ببینیم. ببینید در حالی که صحبت از این که ما تحریم ها اثر بهمون نمی کنه و در حالی که خب فعالیت های دیپلماتیک هم هست و ظریف هم با
فعالیت میکنن، خود وزارت نفت هم مشغول فعالیت. کارشناس دنیا هم میگن که نمیشود که ایران رو نفتش و صادرات نفتش رو به صفر رسون. آقای روحانی هم میگه ما میفروشیم نفت. آره ایشون هم میگه میفروشیم. این وسط حالا اختلاف روشایی وجود داره، اما این وسط یه موضوعی پیش بیاد که یه بار پیش این امتحان شده در مملکت و اونم در دوره‌های احمد نژاد بود که رهبر انقلاب حتی تشویق کردند کسایی که میرن دور میزنن. الان بعضی از اینایی که رفتن دور زدن الان دادگاهن، حالا فارغ از این که به درست یا به غلط چجوری هست، ولی به هر حال دور زدن یه عوارضی هم داره. این چیزیست که آقای زنگنه داره یادآور میشه، میگه نگران ظهور بابک زنجانی ها هسته. بله. پس بنابراین این دفعه برخلاف اون دفعه که کسی نبود که به کل سیستم بگوید که دور زدن یعنی بردن پشت پرده، و پشت پرده هم همه آدم ها ابراهیم عتم نیستند. بله. برای میره اون پشت اتفاقاتی میفته، هشدار داده که به حال اینم در پیش. برگزیده ها رو ببینیم، اولی از سازندگی هست با عکسی از آقای احمد خیامی. ببینید اصولا اینو گفته باشم که تولد بورژوازی ملی رو به خاطر این میگه که کتابی منتشر شده است در تهران که درباره در حقیقت خیامی ها هست، یادداشت ها و روزنوشتایی هستش از آقای خیامی، و اینها رو پیدا کرده. یکی از اعضای خانواده، نسل دوم خانواده، مهدی خیامی تهیه کرده و اینجا مریم گنجی نقدی نوشته. به نظرم میرسه که انتخابم به دلیل این است که این بخش بگیم که نمایشگاه کتاب انعکاسش توی روزنامه سازندگی چجوره. قبلش هم یه توضیح بدیم که احمد خیامی در واقع کسی هست که بنیانگذار پیکان مشهور است. البته ایشون دامنه کارهایی که کردش خیلی وسیع تر از پیکان، ولی به حال پیکان چون بیشترین المانی است که باقی مونده، وگرنه کارهای خیلی کرد و اصولا نوع مدیریتی که داشتش خب واقعا زبان زده. بریم برگزیده بعدی در حواشی کتاب. آره ببینید درسته که ممکنه از نظر بعضی‌ها یا نظرت قانون کتاب باشه که آقای آموزگار در آورده، ولی در حقیقت این نوع یه نوع جدید کتاب مجله هایی است که تازگی منتشر میشه. البته بودش قبلا هم بود، به دلیل اینکه به اصطلاح نظارت هایی که بر انتشار مداوم کتاب هست فرق داره با مجلات. بعضی از چیزها رو از قدیم هم ما در قالب کتاب در آوردیم، مجموعه هایی که در قالب کتاب در اومد. در این مجموعه یک جمع‌آوری خیلی خوبی است، تاریخچه مختصر اتحادیه ناشران. ساده نگیرید به خاطر اینکه این به همین مختصری که ما داریم میگیم تا مثلا 10 سال 15 سال پیش نبود، کارهای مختلفی تو این زمینه صورت گرفت تا بالاخره الان ناشرین پدر مادرشون معلومه، معلومه اول بار که ناشر اومده کی بوده، چقدرش خارج بوده، چقدرش داخل بوده، از این قبیل. و مطلب شیرین و کلش درباره در حواشی کتاب هست. خیلی عمالی. بعدی شهر ما تهران، معرفی تهران به مجاهدان. تا این نوعاً مجله کتاب ها رو گفتم به فکرم افتاد که باید همین این رو هم بگم. شهر ما تهران در حقیقت نشریه است برای نوجوانان منتشر شده و یه سری هست با عنوان ایران من. بعد این ایران من به نظرم خیلی نشریه مفیدی است، خیلی. حالا چه شما اسمش کتاب بگذارید، چه اسمش رو بذارید، ویراستارش هم خانم مترا طاهری لطفی است، ویراستار خوبی هم داره، نویسنده هم کارش خوب. تهران در کجای ایران قرار داره، چه آب و هوایی داره، اسمش از کجا اومده، کی پایتخت شده، آثار قدیمیش کجاشه، قدیما چه شکلی بود، مردم با چه وسایلی رفت آمد میکردن و الان چجوری تفریح میکنن، مشکلات شهر کجاست، همه اینا در یک قالبای کوتاه ساده نوشته شده ای توش منعکسه و به نظرم میرسه خیلی خوب. غیر از این که یک نقشه هایی هم همراه داره که انگار که برای نوجوان ها میتونن مثل خیلی خوبه، واقعا به نظرم فوق العاده است که میتونن مثل تهرانگردا، مثل خارجی هایی که میان، یه نقشه ای داشته باشن که ری و تهران تا اون طرف تا کرج میگه که زمان صفویه چجوری بود و اینا. تهران جدید رو هم میگه مال این سال تهران... شاید به درد ما هم بخوره. تهران جدید میگه به دردتون میخوره اتفاقا، چون الان این نقشه رو شما مطلقا ندارین. الان موقع که تشریف بردید بهتون بگن از شهید
غلامرضا جلال برو تو شهید عباس شفیعی و بعد از اونجا از خیابان بعدی به پیش تو سپاه اسلام برو تو شهرک دانشگاه، حتما نمیدونید کجا باید بری. خب بریم سراغ مجلات و کرگدن. بعد از سالهاست که دکتر سروش رو هم در نشریات فارسی میبینیم. هفته پیش آقای مهاجرانی رو دیدیم، این هفته هم بله. دکتر سروش رو. گفتگوی هفته است و اول اصلا مخاطبات کرده است با آقای دکتر سروش. در اولش توضیح داده که آقای دکتر سروش چهره چند وجهی است که به دلیل فضای فکری و فرهنگی موجود فقط بخشی از ظرفیت‌های او دیده میشه که اونم عمدتاً پهلو سیاست میزنه، در حالی که خب اینطوری نیستش. ایشون رو در زمینه‌های مختلف اشاره میکنه به فلسفه، اشاره میکنه به مولانا شناسی و اصولا خدماتی که در این کارا کرده و تا میرسه به اونجا که به سعدی. حالا چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه همین اول وقتی که ایشون سوال میکنه مخاطب از مصاحبه خوبی هم است، مصاحبه غیر سیاسی خوبی است، خودش هم توضیح داده است که در این مصاحبه به امور غیر امور سیاسی به اصطلاح با دکتر سروش صحبت میکنن، صحبت میکنه که کی اسم سعدی رو شنیدی و کی اصلا به گوشتون خورد. میگه اولین آشنا کنندش من با سعدی مرحوم پدرم بود، یک کتاب چاپ سنگی داشتیم، کلیات سعدی که اون تو خونده میشد و اینا، که بعدم فهمیدیم خب مغلوط هم بوده، ولی پدرم به عادت داشتش که بعد از نماز صبح سعدی میخوند، بیشتر گلستان و بوستان، و به این علاقه داشت. بعد میگه که اینجا مهمه، چون میپرسه که خب پدرتون غیر از سعدی با حافظ و مولانا میانه نداشتن؟ میگه پدر من حافظ نمیخوند، هیچگاه ندیده بودم حافظ بخونه، گرچه دیوان کهنه از حافظ رو در منزل داشتیم، مثلی اصلا نداشتیم. رضا با اولین کسی که از قولها و بزرگان ادب ایران آشنا شدم سعدی بود. جالب. آره، و بعدها خودم حافظ رو مطالعه کردم و بعد دیگه دوره آشنایی با مولانا رسید. این یه تصویری است از یک خانواده سنتی مذهبی ایرانی که این تصویر در خیلی از خانواده‌ها هم تا همین دو نسل پیش وجود داشته، همین ترتیبی که داریم میگیم. این گاهی اوقات اغراق میشه در گفتن این که در هر خانه از ایرانی‌ها یه دونه حافظ هست. اصلا تو خونه آقای سروش هم حافظ بوده. بوده، ولی مثلا اینکه حالا نمیخوندن. آره، تا نمیخوندن. و اینکه مثلا حافظ شاهنامه اینا خونده میشه. سعدی حکمت زیاد داره. بله. مولانا هم اصولا اول بار آخوندا کشف کردن، اونم روزه خونها کشف کردن، به خاطر اینکه قصه توش زیاد داره. خب بریم مجله هنر موسیقی رو ببینیم. ویژه نامه برای سیما بینا درآورده. بسیار مجله خوبی بود. اصولا هنر موسیقی مجله خوبیه دیگه، کم کم جا میفته. بله، کلی در مورد خانم سیما بینا صحبت کردن، در مورد اینکه سوژه اصلیشه. بله، یه مصاحبه خیلی مفصلی داشت که در واقع میگن که ایشون هم میگن که مشوقشون پدرشون بوده و خیلی کمک کرده. بعد در مورد اینکه چقدر موسیقی خراسان و اون نواحی رو در واقع ما موسیقی رو مدیون خانم سیما بینا هستیم توضیح میده مجله. جایی در مورد صدای زن در موسیقی ایران ازشون سوال میشه که واقعا میگه که واقعا توجیهی برای یک چنین قانون غیر طبیعی و خلاف مقام انسانی ندارم. ممنوعیت آواز خواندن زنان مانند بسیاری از ممنوعیت‌های دیگر برای بانوان کمبودی جبران ناپذیر است. و خلاصه میگه که امیدواریم که یک روزی به قول معروف این حق و حقوق خیلی طبیعی رو به زنها برگردونن. بذارید اینو من بگم که ما خانم سیما بینا رو هم مثل گوگوش از دوره بچگی دیدیم دیگه. اینا اصلا از بچگی میگیم بانوی آواز ایران. آره، از تو بچگی که برنامه کودک و اینا، اینا معمولا از اونجاها رشد کردن و اومدن. به همین جهت هست که سالهای سال، یعنی از موقع که بچه بوده است دیدیمش. اینقدر این کار پیگیری ترانه های مثلا بخش های مختلف کشور رو اینقدر با علاقه دنبال کرد که اصلا به نظر میاد که این کار خواننده نیست، کار پژوهشگره. به همین جهت هم این کتاب دلنشینی که منتشر کرده، لالایی های بخش های مختلف کشور، واقعا یکی از بهترین کارهایی است که میشد و عین یک محقق و
رفته با تمام اینا یکی که آشنا شده، بعضی از اینا رو مشهور کرده، انقدر این کارو خوب انجام داده که خیلی ها من میدونم مثلا تو شیراز و اونجا تو کرمان که فکر میکنن که همشهریشونه، یعنی جاهای مختلف تصور میکنن که همشهریشون هست. سر مقاله هم یه اشاره میکردن که ایشون نقاشی هم میکنن. بله دیگه، نقاشی نقاشه اصلا اصولا نقاشی یه ذره هم براش جدیتر بود. بله. وقتی که ممنوع شد به خصوص، خب ما همه در تهران نگران او بودیم با این شوق علاقه که داره، ولی او یه راه فراری داشت و اونم نقاشیاش بود. گرافیک کار کرده بود، رو جلدای خوبی درست کرد، رو جلدای نوارای خودش رو و چند تا نوارای دیگران رو هم روی جلد نواراشون هم هست، همه رو گذاشته تو مجله. در اصل کسایی که دوست دارن یه نوع نقاشی دخترونه خیلی شادی هم هست توی کارش. بله بریم خیلی مختصر اگه بتونیم بارفروش رو هم یک نگاهی بکنیم، مجله ایه که ببین همینقدر به طور کلی بهتون بگم که این جشنواره بین‌المللی که خب تا همین اواخر فقط در تهران بود دیگه، مگر اینکه مناسبتایی میشد مثل مثلا جشن طوس یا مثلا حوادثی که در شیراز میافتاد به خاطر حالا دلایل مختلف داشت. این یواش یواش توی کشور یک بال و پری باز کرده است. چندی پیش در مشهد یه جشنواره بین‌المللی بود. نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم وارش. بله و این فیلم وارش که در بابل بنیان نهاده شده، حالا بارفروش که اسم سابق بابله اصولا در اساس نشریه بابلی های تهران بوده، اما در سالهای اخیر زادگاهشون انقدر از اول مرتبه زادگاهشون زیاد میپرداختن، بسیار از آدم های روزنامه نویس های معتبر بودن در این نشریه، در سابقه این نشریه، نشریه با سابقه است، منتها قدیما به شکل یک کاغذ استنسلی بود قبلا عرض کردم. این دفعه هم یادی شده است از اسماعیل یگانگی که یکی از کسایی است که از اول بود روزنامه‌نویس قدیمی، خبرنگار خیلی خوب روزنامه اطلاعات که چند سال پیش متأسفانه در لس آنجلس فوت کرد، و هم یادی میکنه از این جشنواره بین‌المللی به این دلیل گذشته رو جلد. بله. این پوستر خود جشنواره هم در این حال بوده. در این جشنواره چند تا اتفاق افتاد، یکیش هم اینه که یک سالونی به اسم داوود رشیدی کردند و به همین جهت هم اهل تئاتر و خانواده آقای رشیدی خوندم که رفته بودن اونجا. این هم داشته باشیم که در اونجا یادآوری شد که ایشون اعقاب و اجدادش میرود به حائری مازندرانی و بنابراین یه دلیل اینجوری هم داره، یعنی مقبره عمه بزرگش الان در بابل هست جا. و به همین جهت دلیلی هم داشته، یعنی اینطوری نبوده که فقط جشنواره بین‌المللی فیلم خواسته از یک مثلا یک تازه درگذشته تجلیل کرده باشه. خب بریم کارتون آخر رو ببینیم از محمد طهانی که اشاره است باز به روز کارگر. بله ما کمتر پرداختیم به اون چی که روزنامه راجع به روز کارگر نوشته بودند، و منتها این محمد طهانی در همون روز کارگر چاپ شد در روزنامه ابتکار. میبینید که در حقیقت میگه که او همونقدر که به اصطلاح دستش با دستش داره کار میکنه، در حقیقت پیروزی خودش رو در سایه میکشه. در حقیقت اشاره من از کار آقای طهانی اینطوری برداشت میکنم که او به اصطلاح اشاره میکنه به تحرک کارگرا. و خب در سال گذشته واقعا دیگه در جایی از ایران نبوده که تحسن یا اعتصاب یا به حال مطرح بودن، زنده بودن. بله. اعتراض میکردن، تو صحنه حضور داشتن. نکته آخر رو هم برامون میخونید آقای بهنام؟ نکته آخر اهمیتش از نظر من بیشتر به این بودش که شاید مقدمه ایست برای بازگشت آیدین سیاستری به صفحه مطبوعات مدت این هم خبر بسیار خوبیست. بله در شهروند دیدم که ظاهر شده است و سوژه‌ای که داره اینه: مراقبت از دانشجویان در فضای مجازی. این خبری بود که حالا میخوان بعد از این دیگه در فضای مجازی هم دانشجوها رو کنترل بکنن که چیز نباشه اینا. میگه دانشجو رفته میگه سلام، به کارمنده میگه سلام علیکم، اسم میگه شهرام شوریده. میگه خب اولین تخلف مشخص شد. میگه ببخشید چه تخلفی؟ میگه آخه تغییر نام به قصد فریب اسان عمومی و لکه‌دار کردن آبروی دانشگاه. میگه بله. خلاصه اون روشن میکنه و شروع میکنه که شما توی صفحه اینستاگرامتون الان اسمتون چیه؟ دانشجو میگه شوشو. میگه شوشو آندرلاین.
87 اونم؟ این در شأن یک دانشجوی جویای علم و حقیقت هست. دانشجو میگه خب اینا من شوشو صدا میکنن، رفقا اینا هم شوشو صدا میکنن، چیکار کنم مگه؟ میگه نه نه شما برید چیکار. این بحث رو با این ادامه میده، بعد میگه این کسایی که شما باهاشون آشنایی و فلان و این حرفا داشته اینا، چرا اینا همشون اسمشون یه جوریه؟ خلاصه میگه مثلا چه جوریه، بعد چند تا اسم میبره، بعد میگه یکی از اینا رو میگه خب پدرمه، میگه خب تو شو دو تا تخلف بهشون بگی مواظب باشه آخه، یعنی اونم به رسمی عوض کنه باباش. بعد آنفالو کردن خانم ها، سحر سیرجانی، سارا جمشیدی، آیدین شوریده، این همه در دستوره، باید بره انجام بده تا برسه به اونجا که میخواد. و بالاخره آخر سر میرسه به اینجا که باید آنفالو بکنه این اسامی رو به همراه پاک کردن عکسای خصوصی، جایگزینی میساقی به جای عادل فردوسی پور، دکتر عباسی به جای فرانسیس فوکویاما، بلاک کردن پسر سفیر سابق کشور در ونزوئلا جهت پیشگیری از وقوع جرم، و گذاشتن یک پست با عکس رئیس دانشگاه، تقدیر از زحمات رئیس محترم دانشگاه. این همه کاری است که باید انجام بشه. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما، منتظر نظراتتون هستیم. نظراتتون رو حتما برامون بنویسید به آدرس هایی که دارید روی صفحه تلویزیون میبینید. میتونید از طریق هشتگ دیدبان با توییتر ما به آدرس BBC دیدبان تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. ممنون که با ما همراه بودید. به همراه آقای بهنود همینجا با شما خدافظی میکنم. تا هفته آینده، شب روزتون خوش.